خزان رفت و رسید فصل سرما که آغازش شب زیبای یلدا. بخوان از مثنوی از فال حافظ که این شب را کنیم این گونه زیبا. سلام به تمامی بیننده های عزیز، خدا کنه جور و صحتمند و سر حال باشین. امشب شب یلداست، شب چله، آخرین شب پاییز و آغاز فصل زمستان. شب یلدا یا شب چله جایگاه خاص را در میان مردمان دارند. از این شب به گونه های مختلف در سراسر افغانستان گرامی داشت می شود. آتش افروزی، سرودن شعر یکی از ویژگی های این شب است که از سوی شمار از فرهنگی ها در هر سال در ولایت بلخ برگزار می شود و در حال حاضر شمار زیاد از فرهنگی ها، شاعرها و نویسنده یک جا گرد آمدند و به گونه باشکو و ویژه میخواین از شب یلدا تجلیل بکنند. پس شما گزارش تا اخیر بیننده باشین. اما با گام های کودکانه به استقبال تو آید. آه بابا ای پدر آقای ما آمد. مبادا خسته باشی تو، من از ترس می لرزم. مگر این چی او رسم عدالت پروری باشد؟ و من انسان انسانم، تو می دانی که زادت، تو می دانی که زادت فقط یک زن، همانا مادری گیگی. گناه هم چیز مزن آخر مرا دیگر، گناه هم چیز مزن آخر مرا دیگر، امین که من زنم برایت دختری زادم. سرودن شعر یکی از فرهنگ‌هایی است که در شب یلدا معمولاً توسط فرهنگی ها و شاعران در این شب سروده میشه. در کنار ما صابر رضایی یکی از شاعران برجسته بلخ قرار داره و بیشتر در مورد شب یلدا از ایشان میپرسیم. رضایی صاحب سلام. سلام. خوب هستین؟ تشکر. در اول شب یلدا تان مبارک. تشکر. شب یلدا به تمام مردم افغانستان تبریک و تهنیه عرض می‌کنم. سلامت باشین. میشه کوتا در مورد شب یلدا معلومات بدین؟ شب یلدا یا همو شب چله میگیم، یکی از دراز‌ترین شب‌های سال هست و مردم نظر به فرهنگاتی که هست، فرهنگی هست، تجلیل میکنن تا صبح در کنار خانواده‌هایشون در کانون گرم خانواده با شنیدن موسیقی یا خواندن اشعار شب سحر میکنن. بسیار تشکر. پس از شما میخواییم که یک بارچه شعر یلدایی بر ما و بیننده تکلمه داشته باشید. تو را بوسیده طولانی خزان منزوی یلدا، تو امشب میهمانی بر خزان و میروی یلدا. فضا آغشته غم بود میدانم، هوا سرد است، چرا افسرده گردیدی و ناخون میجوی یلدا؟ شبیه آخرین برگ درخت خشک تنهایی، بگو بدرود تا سال دگر باشی قوی یلدا. تمام شاعران اشعار حزن‌انگیز میگویند، اگر امشب تو دق باشی کنی هی کجروی یلدا. شمردی جوجه ها را آخر پاییز، اما من تو را شاد آرزو دارم به هر سال نوی یلدا. بیا بعد از جدایی ها کنار همراه باشیم، دو مصرع عاشقانه در دل یک مثنوی یلدا. به به، چه زیبا سروده. میشه بگین که شعر سرودن یکی از ویژگی های شب یلداست. بگین که در شب یلدا بیشتر کدام رسم ها از سوی فرهنگی ها خصوصا در مزار شریف برپا میشه؟ شب یلدا در جامعه فرهنگی مردم شریف بلخ خیلی جالب برگزار میشه. تمام فرهنگیان، شاعران، نویسندگان و اهل فرهنگ و هنر جمع میشن و با خواندن شعر یا جشنواره هایی که دارن یا موسیقی که هست
لذت میبرم. امیدوارم در مورد شعر بگوین. چرا شعر میسراینده این شب؟ خب شعر سرودن یک نوع تخلیه احساس است. من فکر میکنم و خود نویسنده میتونه که احساس خود در قالب شعر بیان بکنه و به مردم تقدیم بکنه. بسیار تشکر. قربانتون شکرم. دوستا بیننده گزارش باشین. خیلی بخشای دیگه مانده که بر شما به تصویر بکشیم. اگه هرچی فاصله است به منو تو اصرار کنه نمیتونه ما دوتا را به دوری وادار کنه. عاشق شدن راه با صفایی داره، غم و بیقراری داره، دوست داره هر کاری میکنی دل از کارات سر دراره و جوری بیتابی داره تا خودت رو بیخوابی داره. ای بایسته نه تقیل نگرم با چک چک زرشو مایدا 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 زرشو مایدا 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 دلدار نارنجا گلشن است تو میرنجا دلدار نارنجا گلشن است تو میرنجا آلو چرخم کردم قدم نرسید آلو چرخم کردم قدم نرسید شب یلداست بیا نازنینم به تو این عرض و تمناست بیا شب یلداست بیا خبر از آل و دل و عرف و سخنهاست بیا شب یلداست بیا گر تو باشی ببرم اردو جهان است مرا جسم و جان است مرا این قدر دانی تو را ارزش والاست بیا شب یلداست بیا نبود جستو مرا دلبر و دلداری دیگر مده آزار دیگر گر تو را خوف به دل از غم فرداست بیا شب یلداست بیا به 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 نظر اندازی همه غم ز سر و سینه رود غم دیرینه رود دیدنت معجزه ای همچو مسیحاست بیا شب یلداست بیا چه خوش است این شب و این شادی و این جشن سرور که تو آیی به حضور هر طرف را بنگر مجلس برپاست بیا شب یلداست بیا زود آ پیش روخم تا دل من شاد شود ز غم آزاد شود بشنو ناله من از دل شیداست بیا شب یلداست بیا هر کی با یار خودش مست و غزلخوان خود است در غم جان خود است. بسیار زیبا. دل بیچاره من بین که تنهاست بیا شب یلداست بیا شب یلداست بیا ما هم شب یلدا کنار شما آمدیم. شکر سلامت باشین خوش آمدید. سلامت باشین. خب دوستا برنامه برگزاری شب یلدا یا شب چلب از سوی شهرداری در مزار شریف برگزار شده و جناب عبدالحق خرمی شهردار مزار شریف جدایی که در بخش زیباسازی شهر موفق هستند تو به یک شعر زیبا بر ما دکلمه کرده. تشکر خدا خیلی زیبا دکلمه کرده شهردار شریف. سلامت باشین خوش آمده باشین. سلامت باشین جناب شهردار شریف. در مورد شب یلدا میشه بر ما و بر دوستا بگویید. تشکر. شب یلدا که آخرین شب پاییز سال است و یکی از درازترین شبهای سال است، شبی است که تاریک است، دراز است و این شب در فرهنگ‌های مختلف از
بسیار دیر و سابقا در تمام افغانستان تجلیل میشه. شاعرای ما، نویسنده های ما در این مورد حرفای دل خود دارن، حرفای بسیار زیاد خوب، نه از تاریکی شب یلدا بلکه از این دارن که فردای هزی روز آفتاب می درخشه، فردای از این روز آهسته آهسته دارد روز کوتاه میشه، دراز میشه و روشنی یا روشنایی بر تاریکی و بر شب ظلمت پیروز میشه، که ما هم آرزو میکنیم و دعا میکنیم که با برکت امشب خداوند یک سول دائمی را، آرامی را هم در وطن ما بیاره تا دیگه مردم ما از غم، تاریکی، درد و رنج برای همیش نجات پیدا بکنند. آمین. و همیشه بگین که چه برنامه های را قرار است شما در این شب داشته باشید؟ خب ما هم خواستیم که اداره شهرداری مزار شریف یکی از بخش های اساسی کار ما بخش های فرهنگی است، حمایت از بخش های فرهنگی شهر ما است که ما هم این شب تجلیل کردیم و در این شب ما برنامه های خوب، موسیقی، کتابخانی، پالی آفیس، تئاتر و همچنان ما برای شهریان عزیز شهر مزار شریف یک مژده میتیم که ما یک مجموعه از این کتاب هم از سال پار یلدا را چاپ کردیم به نام جشنواره یلدا، که برم ما برای میمانایی که امشب اینجا حضور دارن تقسیم میکنیم و آرزو داریم که مردم ما و میمانایی که امشب با ما هستن این شب به خوشی و به خوبی سپری بکنن و خوش باشن و فردایش هم که روز دراز میشه و روشنی بر تاریکی غلبه پیدا میکنه و پیروز میشه و مردم ما به خوشی و به آرامی زندگی بکنن و یک صلح هم نصیب مردم ما شود. بسیار تشکر، با امیده که سال بعد هم بتانیم چنین برنامه رو برگزار. تشکر، اگر ما خادم این مردم بودیم ما در خدمتشان هستیم انشاءالله که در پروتر دوام میتیم و انکشاف میتیم. بسیار تشکر شهر. سلامت باشین. خوب دوستای عزیز، خوردن انار، خوردن تربوز در این شب یکی از رسم هاییست که از سوی فرهنگیان خصوصا در سراسر افغانستان در این شب برپا میشه و دیوان حافظ و خواندن شاهنامه دیگر رسم هاییست که در این شب خوانده میشه و مردم میخوان که این شب را با خوردن انار، با خوردن تربوز که به گفته برخی ها جهت کاهش تشنگی در این شب دراز خوب است نوش جان میکنن و با سرودن شعر، خواندن دیوان حافظ و شاهنامه شب را زنده داری میکنن و تاریکی شب را میخواهن در شب یلدا با برنامه های مختلف صبح بکنن. خب در شب یلدا برنامه های زیاد است که برگزار میشه و ما در این بخش با شما خداحافظی میکنم و شما برنامه هایی را که مانده تا آخر بیننده باشین. گزارش اینجا ما پایان میرسم. وقت همه ایتون خوش. الان نگهدار. Thank you.
قابل یادآوری می‌دانیم که در سال جاری و در یلدای امسال خواست که از فرهنگ